سلام، با تلویزیون آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. من سیرزیو هستم و برنامه امروز پنجشنبه 28 ماه می سال 2020 را از منزل میزبانی میکنم. برنامه کنونی هم اکنون در صفحه دری فیسبوک صدای آمریکا هم به گونه مستقیم و زنده قابل دسترس است. امید میکنم تا پایان برنامه ما را همراه باشید. دوستان، با ختم عید فطر و آتش بس سروزه اعلام شده میان دولت افغانستان و گروه طالبان، اکنون به نظر میرسد که بین دو طرف حالا یک آتش بس غیر اعلام شده برقرار شده است. همزمان با این، یک هیئت تکنیکی طالبان از قطر به کابل رسیده تا با هیئت تکنیکی حکومت روی روند رهایی زندانیان طالبان و دولت کار کند. گروه طالبان نیز اعزام این هیئت تکنیکی 5 نفری را به کابل تایید کرده. جزئیات بیشتر در مورد چگونگی انکشافات در پیوند به این مسئله را همکار ما حسیب مودودی دنبال کرده و همکنون در برنامه با ما هستند. مودودی، سب بفرمایید. کمیسیون حقوق بشر افغانستان از آمدن هیئت تکنیکی طالبان به کابل استقبال کرده و آن را یک گام مهم در راستای رسیدن به صلح خوانده است. این کمیسیون میگوید که امیدوار است استمرار آتش بس و پاسداری از حقوق مردم باید در اولویت آجنده ها قرار داده شود. برخی از تحلیلگران نیز میگویند که اگر روند رهایی زندانیان به گونه درست پیش برود و سطح خشونت ها از سوی دو طرف پایین نگه داشته شود، زمینه برای آغاز مذاکرات مستقیم میان دولت و طالبان فراهم خواهد شد. جزئیات بیشتر در گزارش. آتش بس عید امسال هرچند همانند آتش بس عید دو سال پیش با دید و بازدید نظامیان افغان و جنگجویان طالبان به همراه نبود، اما با پایان آتش بس جنگ و درگیری ها نیز دوباره شدت نگرفتند. در ادامه آنچه پیشرفت در روند صلح افغانستان گفته می شود، یک هیئت تکنیکی طالبان وارد کابل شده است و با هیئت تکنیکی حکومت روی رهایی زندانیان کار می کند. از هر دو جانب می خواهیم که زمینه حضور مستقیم تعداد از قربانی ها را در مذاکرات صلح مساعد بسازد. کمیسیون مستقل حقوق بشر آماده همکاری به هر دو جانب تیم تکنیکی است. حکومت افغانستان از امضای موافقتنامه قطر تا کنون 2000 زندانی طالبان را آزاد کرده است. طالبان هم 171 زندانی دولت را رها کردند که شورای امنیت ملی افغانستان میگوید 105 تن آنان نظامیان افغان هستند. اگر رهایی زندانیان ادامه یابد و حکومت عملیات تهاجمی را توقف دهد، از طرف طالبان نیز کاهش قابل ملاحظه در خشونت به میان خواهد آمد تا زمینه برای آغاز گفتمان بین الافغانی مساعد گردد. همزمان با تصریح روند رهایی زندانیان، به نظر می رسد که میان دو طرف یک آتش بس اعلام ناشده نیز برقرار شده است. یک منبع امنیتی می گوید که در 24 ساعت گذشته به استثنای رویدادهای امنیتی فراغ، غربن و زابل، رویداد دیگری ثبت نشده است. ذبیح الله مجاهد نیز که خودش را سخنگوی طالبان می گوید، گفته که در چهارم عید آنان هیچ حمله بر نظامیان افغان انجام ندادند. همزمان مارک اسپر وزیر دفاع امریکا گفته که خروج سربازان امریکایی قبل از ماه نوامبر یک گزینه است، اما گزینه قوی نیست. در صورت بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان، نیروهای امنیتی و دفاعی افغان فعلا از لحاظ توانایی و ظرفیت در موقعیت قرار دارند که میتوانند از افغانستان، از افغانها به حضور نیروهای خارجی دفاع بکنند و با خروج نیروهای خارجی از افغانستان هیچ نوع خلای امنیتی به وجود نخواهد آمد. در همین حال در نشست سه جانبه افغانستان، ازبکستان و امریکا بر تمدید آتش بس تاکید شده است. در این نشست که به گونه آنلاین برگزار شده بود، سرپرست وزیر خارجه افغانستان، وزیر خارجه ازبکستان و معاون وزارت خارجه امریکا شرکت کرده بودند. سید حسیب مودودی، تلویزیون آشنا صدای امریکا، کابل. چگونه از گسترش کرونا ویروس جلوگیری کنیم؟ شستن مکرر دستان با آب و صابون برای کم از کم 20 ثانیه. پرهیز از تماس دستان با چشمان، بینی و دهان. شستن دستان بعد از سرفه و یا عطسه زدن. پس از مراقبت از بیمار مبتلا به کرونا ویروس، پس از تشناب رفتن و دست زدن به حیوانات و زباله حتمی است. از دست دادن، روبوسی و بغل کشیدن دیگران بپرهیزید. از کسانی که سرفه و یا عطسه میزنند، کم از کم باید 2 متر فاصله گرفت. قطرات کوچک که با سرفه و عطسه از دهان بیمار بیرون می شود، حاوی ویروس است. بیماران
باید ماسک بپوشند تا مرض را به دیگران انتقال ندهند. پوشیدن ماسک شما را مسئول نگه می دارد. در مکانهای عامه نباید تف کرد و هنگام سرفه و عطسه زدن دهان و بینی خود را با دستمال و یا آستین لباس بپوشانیم. در صورت داشتن تب، سرفه و یا مشکل تنفسی باید با دکتر تماس گرفت. وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرد که در 10 روز گذشته آمار مبتلایان ویروس کرونا به گونه بی سابقه در کشور رو به افزایش نهاده و وزارت صحت عامه هشدار می‌دهد که این نهاد با کمبود تجهیزات صحی مواجه خواهد شد. دکتر وحید مجرو معین عرضه خدمات صحی این وزارت امروز به خبرنگاران گفت که آمار 10 روز گذشته با اندک تفاوت با ارقام 2 ماه قبل آن برابر است، یعنی با ارقام مشابهی در جریان 2 ماه برابر است. او افزود که با افزایش آمار در 10 روز گذشته ظرفیت شفاخانه های مختص به کووید 19 در برخی ولایات اشباع شده و از سوی هم روزانه 2000 نمونه مشکوک کرونا وایرس آزمایش میشه که آخرین ظرفیت این وزارت در حال حاضر است. در افغانستان با ثبت 580 واقعه جدید در یک شبانه روز گذشته آمار مجموعی مبتلایان کرونا ویروس به 13036 تن رسیده است. آمار وزارت صحت عامه این کشور نشان می‌دهد که این ویروس تا کنون جان 235 تن را گرفته و 1209 تن از اثر این ویروس صحت یاب شدند. شمار مبتلایان کرونا ویروس در جهان تا صبح امروز پنجشنبه به وقت واشنگتن دی سی به بیش از 5,716,570 نفر رسید و از آن جمله حدود 356,131 نفر در سراسر جهان به اثر بیماری کووید 19 جان باختند. بر اساس آمار پانتون جانز هاپکینز ایالات متحده تا صبح امروز مبتلایان کرونا ویروس در امریکا تقریبا به 1,700,000 نفر رسیده که از آن جمله 100,442 نفر به اثر ابتلا به کووید 19 در این کشور جان باختند. برازیل با ثبت حدود 412,000 واقعه مثبت کووید 19 پس از ایالات متحده بیشترین واقعات این بیماری را گزارش داده است و مرگ و میری ناشی از کووید 19 در برازیل تا صبح پنجشنبه به مرز 25,600 نفر رسید. اما از رهگذر مرگ و میری ناشی از کرونا ویروس بریتانیا پس از آمریکا بیشترین آمار را دارد. تا صبح پنجشنبه میزان مرگ و میری ناشی از کووید 19 در بریتانیا به 37,542 نفر رسید. پس از آمریکا برزیل و روسیه و ترتیب بریتانیا، اسپانیا، ایتالیا، فرانسه، آلمان، ترکیه، هند و ایران بیشترین شمار مبتلایان کرونا ویروس را در جهان گزارش دادند. پارلمان نمادین چین امروز پنجشنبه قانون امنیت ملی جدید برای هانگ کانگ تصویب کردند که این قانون روابط را با ایالات متحده و برتانیا کشیده ساخته است. این عمل سبب واکنش ایالات متحده و حامیان دموکراسی در هانگ کانگ نیز شده. برای جزئیات بیشتر سحر عظیمی را در گزارش. تشکر سیار جان. اکنون تصمیم به پایان دادن به برخی یا تمام یا هیچ کدام از امتیازات اقتصادی ایالات متحده که از سوی ایالات متحده به هانگ کانگ تعلق میگیرد و رئیس جمهور ترامپ بستگی دارد. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده در بیانیه خود هیچ توصیه‌ای برای اقدامات پیگیرانه نکرده، اما آگاهان میگویند که دولت ترامپ در نظر دارد تعرفه‌های ترجیحی هانگ کانگ برای صادرات به ایالات متحده به عنوان بخشی از پاسخ به این کشور برای برنامه‌های چین را در نظر بگیرد. پیش از این جلسه شورای قانونگذاری فقط چند دقیقه پس از آن هم آغاز شد که مقامات امنیتی سعی کردند قانونگذاران طرفداران دموکراسی را پس از رونمایی بنر اعتراض‌آمیز از اتاق مجلس در هانگ کانگ خارج کنند.
و از سوی دیگر تصویب این قانون امروز سبب درگیری در شورای قانونگذاری هنگ کنگ شد و این حادثه در حالی رخ داد که قانونگذاران سعی کردند در مورد لایحه‌ای بحث کنند که باعث توهین یا سوء استفاده از سرود ملی چین هم میشد. جزئیات بیشتر را در این گزارش ببینید. کنگرس ملی خلق چین این لایحه را پس از اتمام جلسه سالانه که تحت تأثیر شدید محدودیت‌های ضد ویروس کرونا برگزار شده بود تصویب کرد. این یک اقدام بزرگ برای اجرای چهارمین جلسه کامل، جلسه 19 کمیته مرکزی کمونیست چین است و در واقع اقدام برای تمرین یک کشور با دو سیستم می باشد. تصویب این قانون مطابق با قانون اساسی چین و بر مبنای قانون اداری ویژه هنگ کنگ بوده و همچنان منافع اساسی مردم چین و مردم هنگ کنگ را تأمین می کند. این در حالی است که مایک پامپیو وزیر امور خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه 27 ماه می تایید کرده است که دیگر هنگ کنگ مانند زمانی که تحت کنترل بریتانیا بود از نحوه برخورد ویژه ایالات متحده برخوردار نخواهد بود، که این ضربه بالقوه عظیم بر وضعیت مالی این محل تلقی می شود. مایک پامپیو در یک پیام توییتر نوشت: امروز من به کنگرس گزارش دادم که هنگ کنگ بر اساس حقایق در محل دیگر خود مختار از چین نیست. ایالات متحده در کنار مردم هنگ کنگ ایستاده است. این قانون امنیتی هنگ دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده پیشنهاد کرده تا در قضیه اختلاف رو به افزایش بین هند و چین در قبال سرحدات میان دو کشور میانجیگری کند، اما کارشناسان میگویند که بیجینگ و دهلی جدید احتمالاً این پیشنهاد را نادیده خواهند گرفت و یا هم بان اندک توجه خواهند کرد. جزئیات این مطلب را همکار ما قدیر مشرف دنبال کرده و در برنامه با ما هستند. آقای مشرف بفرمایید. سلام به شما و بینندگان عزیز. دونالد ترامپ در یک پیام تویتر نوشته است که به هند و چین پیشنهاد کرده که ایالات متحده علاقمند، قادر و آماده است تا منازعات سرحدی به گفته آقای ترامپ رو به افزایش میان از دو کشور حکمیت و میانجیگری بکنه. این پیشنهاد در حالی صورت میگیره که واشنگتن موقف سختگیرانه‌تر را علیه بیجینگ به خاطر اقداماتش در برابر مسلمانان آیغور اتخاذ میکنه. دیروز مجلس نمایندگان آمریکا طرح تصویب شده مجلس سنا را تایید کرد، طرحی که بیجینگ به خاطر اقداماتش در برابر مسلمانان آیغور تحریم میکنه، اقدامی که به باور کارشناسان ممکن به مزاج بیجینگ برابر نباشه. ای که کارشناسان در برابر پیشنهاد آقای ترامپ چی واکنشی دارن و موقف چین و هند در قبال از این منازعات سرحدی چی است، در این گزارش میبینیم. تنش میان چین و هند پس از آن شدت گرفت که بر اساس گزارش ها بیجینگ هزاران سرباز خود را به قلمرو تحت منازعه در امتداد سرحد کوههای هیمالیای چین انتقال داد. نیروهای چین به نظر می رسد که خط مرزی را یا عبور کرده اند یا هم در یک ساحه تحت منازعه که هر دو کشور ادعای مالکیت آن را می کند خیمه زده، کمپ نظامی تشکیل داده اند تا بر هند فشار آورند که اعمار زیربناها را در امتداد سرحد توقف دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در صفحه توییتر خود تنش میان هند و چین را یک منازعه در حال افزایش عنوان کرده و پیشنهاد میانجیگری داده است. اما کارشناسان به شمول جف سمیت انتظار ندارند که بیجینگ و دهلی جدید پیشنهاد آقای ترامپ را بپذیرند. میدانید که در سالهای اخیر رئیس جمهور ترامپ پیشنهاد کرد تا به خاطر حل کشمکش روی مسئله کشمیر میان هند و کشمیر میانجیگری کند. فکر نمی کنم نفس پیشنهاد ایالات متحده در این وضعیت اشتباه یا هم توهین‌آمیز باشد، اما تاریخ گذشته و وضعیت کنونی نشان می دهد که هیچ یک از طرفین علاقه زیاد به این پیشنهاد ایالات متحده ندارند. مقامات هند و چین برای کاهش تنش‌ها ابراز علاقمندی کردند. اختلاف در دیدگاه در منطقه خط کنترل واقعی میان هند و چین از مدت زمانی به این سو ادامه داشته و باعث تقابل هم شده است. به نظر من این اختلاف به ویژه در ایام تابستان زمانی که جاده ها برای ترافیک باز می شوند و به خاطر کنترل منطقه گزمه های بیشتر صورت می گیرد اتفاق می افتد. بیجینگ نیست اعزام سربازان را این گونه توجیه می کند. وضعیت کنونی مناطق سرحدی میان هند و چین در کل با ثبات و قابل کنترل است.
چین و هند دارای مکانیزم ها و شبکه های ارتباطی دقیق سرحدی. کارشناسان میگویند که به نفع هر دو کشور هند و چین خواهد بود تا وضعیت را تحت کنترل خود داشته و صلح را در ساحات سرحدی حفظ کنند. قدیر مشرف، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، ایالت ورجینیا. اپلیکیشن ما رایگان است. دانلود کنید و پس از انتخاب زبان دری، خبرهای تازه افغانستان و جهان، ویدیوهای جالب، عکس‌ها و سایر مطالب دیدنی را در موبایلتان دنبال کنید. VOA افغان و VOA افغانستان. یک افغان آمریکایی که مربی صحت است، از طریق آنلاین مردم را با برنامه خاص تمرینات ورزشی فراتر از محیط باشگاه ها و یا هم محلات ورزشی در شمال ایالت ورجینیا ایالات متحده تشویق میکنه تا سلامت باشه. از جانب دیگر یک معلم رشته ورزش در مکتب در منطقه دیگر همی ایالت مردم منطقه را تشویق میکنه تا با دنبال نمودن صنوف آنلاین و شاگردان و خودشان ورزش بکنن و فاصله اجتماعی را در زمان بحران ویروس کرونا و حتی انجام حرکات ورزشی مراعات بکنن. همکارم ژیلا نوری در گزارش روی این مسئله پرداخت. یوسف فریار، مربی صحت، روزهای شنبه ساعت 10 صبح از طریق فیسبوک برنامه تمرینات ورزشی را با یک همکارش نشر میکند. مصیبت که آمده اما چی میگم نسه دیده بدانستم باید یکم که پیش برم که نمیخوایم که صحت ما اقم مهم شده آله که کلگی پشت صحت باید حدس بگردن و سخت است کادم بگه که آله بزور باید یکم پشتی بگردیم مگم باید یکم که زیادتر اوش خود بگیریم. فریار از 14 سال بدین سو مربی صحت است و مردم محلی را آموزش میدهد و برای برخی از طریق آنلاین و با برخی یک به یک کلاس های ورزشی دارد. او میگوید در زمان ویروس کرونا سلامتی جسمی بسیار مهم است و به همین دلیل کلاس های تمرینات ورزشی هفتوار را در فیسبوک آغاز کرده است. فکر میکنم یک 5 ورک اوت ما دارم آل لایف که میتونن هر وقت به صفحه پیج فیسبوک ما بیاین باید فرند ریکوست هم نکنن. کلش پابلک است. میتونن جو بیاین و نشانشان میتونم که چی را ایره میکنیم و چی کار است و چقدر فرده دارد. So that's why. از سوی دیگر در بخش دیگر ایالت ورجینیا زکری بیکر معلم سپورت مکتب برای تشویق شاگردان از نظر جسمی فعالیت داشته باشند و برای تشویق مردم منطقهش کلاس های ورزشی آنلاین را آغاز کرده است. وقتی کودکان را میبینید که تلویزیون میبینند یا با تلفون هایشان سرگرم هستند من نمیخواستم در این زمان دشوار این طور ادامه یابد و تصمیم گرفتم از تمرینات ورزشی خود فیلم بگیرم و با آنها شریک بسازم. آنها را با این ویدیوها تشویق کنم تا این ویدیوهای 4 دقیقه‌ای آنان را در طول روز در خانه کمک کند که از نظر جسمی فعالیت داشته باشند و اکنون در مجموع 60 ویدیو ساختم. زکری بیکر از فیسبوک، یوتیوب، اینستاگرام و تیک تاک برای رسانیدن ویدیوهای ورزشیش برای مردم به هر سن و سال و به خصوص تشویق مردم منطقه خودش استفاده می کند تا افراد بار که در خانه ماندن سلامتی جسمی خود را حفظ کنند. هر دو مربی صحت طرفداران خود را در جهان مجازی دارند. فریار می گوید برخی طرفداران او ویدیوهای او را دوست دارند اما او روی مسئله تغذیه نیز تاکید کرد که همراه با نیم ساعت حرکات جسمی یا قدم زدن همراه باشد تا مقاومت بدن را در برابر ویروس تقویه کند. تبینیانی که میویشان و ترکاریشان طبیسته این حال مخبولین اینجا که ما میگیم ارگانیک هسته اونجا هیچ سوال یا جواب نیسته که بگین ارگانیک از خاطر خودش از باغ میاین از جای میاین که پاک میباشه که ما باید هیچ پرسانا نکنیم مگر میگن که هرچی که سبزتر ترکاری باشه اما که مفید است بر ما. بیکر معتقد است که تعهد برای سلامتی جسمی و روحی ورزشی تجربه مثبت صحت را به بار میآورد و برای افراد اعتماد به نفس ایجاد می کند. کلاس های آنلاین بیکر و زحمات او برای ثبت ویدیوهایش در حویلیش باعث جلب توجه همسایه های او شده است و برخی برای ورزش در ویدیوهای فیسبوک شرکت کردند. بهترین بخش این کار من واکنش مردم منطقه بود که اکثر خانواده ها و کسانی که از شاگردانم مراقبت می کنند با من در تماس شدند و با من گفتند که فرزندانشان این فعالیت‌های ورزشی مرا دنبال می‌کنند.
آنان بسیار خوشحال هستند. کسان دیگری که من آنان را در منطقه میشناسم به من پیام تشکری فرستادند. در حالی که به دلیل ویروس کرونا در برخی از نقاط آمریکا هنوز هم باشگاه‌های ورزشی مسدود ماندند، تمرینات مجازی یک گزینه برای کسانی است که می‌خواهند سالم بمانند و در زمان مناسب خودشان در آسایش خانه‌شان ورزش کنند. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن. انستیتوت تحقیقات طبی کینیا در پی پیدا کردن درمان محلی برای ویروس کرونا است. این مرکز تحقیقاتی برای درمان ویروس در حال آزمایش مؤثریت یک دوای گیاهی یا یونانی موسوم به زدوپکس می باشد. تلاش برای پیدا کردن راه‌های درمان و واکسین ویروس کرونا در سراسر جهان و شمول کنیا در آفریقا شدت یافته است. دکتر فستس تولو از انستیتوت تحقیقات طبی کنیا تحقیقات را آغاز کرده تا مفید بودن یک دوای گیاهی یا یونانی را در درمان ویروس کرونا آزمایش کند. این دوا که زدوپکس نام دارد در سال 2015 توسط محققین کنیایی ساخته شد و از آن زمان تا کنون در درمان انواع بیماری های ویروسی استفاده می شود. We have started looking at the clinical efficacy of this product. ما فعلا در مراحل اولیه هستیم و با توجه به اینکه نوع ویروس کرونا با سایر ویروس ها متفاوت است، نمیتوانیم بگوییم که آیا واقعا مؤثر خواهد بود یا خیر. در قدم اول باید مطمئن شویم و ببینیم این دوا چگونه عمل می کند و پس از آن درباره راه های استفاده از آن در مدیریت ویروس کرونا اقدام کنیم. کارشناسان سازمان جهانی صحت می گویند که معیاری سازی ادویه گیاهی یا یونانی می تواند آزمون برانگیز باشد. در انواع دیگر ادویه ما سطح مشخصی از مواد اولیه فعال را پیدا کردیم. در ادویه گیاهی شما غالبا ترکیبات مختلفی را می‌بینید. برای همین شما ناچارید آن را معیاری کنید تا مطمئن شوید چه ترکیباتی در آن وجود دارد و این ترکیبات چگونه عمل می‌کنند. برخی از دکتران در کنیا نیز درباره استفاده از روش‌های درمان سنتی ملاحظات دارند و معتقدند که تولید انبوه آن می تواند مشکل آفرین باشد. اولین آزمونی که با آن روبرو خواهیم شد تأمین مقدار لازم این گیاه است تا بتوان آن را برای استفاده بیمارانی که فوراً با آن احتیاج پیدا می کنند در اختیار داشته باشیم. برای همین پرورش و جمع‌آوری این مواد به کار زیادی ضرورت دارد. با وجود آزمون های پیش رو، محققین انستیتوت تحقیقات طبی کنیا مصممند تا تحقیقات خود را در این زمینه ادامه دهند تا شاید بتوانند درمانی برای ویروس کرونا بیابند. یلدا بکتاش، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن. برای سالها ناظرین بین المللی و کشورهای غربی و جناح‌های سیاسی مخالف ترکیه هشدار دادند که این کشور به جهت یک کشور منتخب خودمختاری تحت اداره رجب طیب اردوغان سوق داده شده است. اکنون با شیوع ویروس کرونا و کاهش رقم تلفات مردم، حکومت می‌خواهد رسانه‌های اجتماعی را نظارت کند. منتقدین میگن سرعت شیوع ویروس فراگیر به دموکراسی در ترکیه صدمه رسانیده است. همکار ما ژیلا نوری گزارش صدای آمریکا را در مورد دنبال کرده. کنترل حکومت ترکیه برای مهار کردن ویروس کرونا استانبول و شهرهای دیگر را خالی ساخته است. اما مبارزه علیه ویروس فراگیر از جاده ها فراتر رفته و در رسانه‌های اجتماعی منعکس شده است. وزارت داخلی کشور در صفحه رسمی خود اعلام کرده است که بازداشت و مجازات اخیر مردم به دلیل پست هایشان در زمان ویروس برای ایجاد حراس بین مردم صورت گرفت. وزارت داخلی ترکیه فور مردم را در رسانه اجتماعی نشان میدهد که آنها کشور را تهدید میکنند و تحت فشار قرار دادند. این نشان میدهد که برای مردم به طور واضح و روشن میگویند که صدای خود را خفه کنید و از حکومت انتقاد نکنید. اردوغان اخیراً اعلام کرد که نه تنها ویروس فراگیر بلکه ویروس های سیاسی و رسانه‌ای را از بین میبرد. از بنیاد جامعه آزادی بیان اکنون آنها مسئله ویروس کرونا را پیش میکشند. چند هفته قبل که در مورد شایعات دهشت افغانی و تخریب شهرت رئیس جمهور ترکیه حرف میزدیم، این جرایم تغییر یافت. اما شمار تعقیب های جنایی و بازداشت ها بالا رفته است. شاروال استانبول و برخی دیگر شاروالان مخالف تحت تحقیق حکومتی قرار گرفتند و ممکن وظایف خود را از دست دهند. این شاروالها برای مردم ماسک توزیع کردند و برای کمک به قربانیان نیز کمک مالی جمع‌آوری کردند.
در این وضع اردوغان آنها را به حکومت سازی در چهار شوکات حکومت ترکیه متهم ساخته است. منتقدین میگویند این نمونه دیگری از سوء استفاده قدرت در ترکیه در زمان ویروس فراگیر است. بله، حکومت را بیشتر قدرتمند ساخته است. ما نمیدانیم مردم چه عکس العملی نشان میدهند و چی فکر میکنند. اگر آنها این موضوع را متوجه شوند که از وضعیت بحران سوء استفاده شده است و هرگاه بار دیگر همچو بحران پیش بیاید، مردم از اینکه حکومت از آن سوء استفاده خواهد کرد انتقام جویی خواهند کرد. اردوغان اتهامات رسیدن به قدرت را رد کرده است و ادعا میکند که محدودیت‌های اخیر را برای رسیدگی به وضعیت ویروس فراگیر وضع کرده است. اما با آنکه رقم افراد مبتلا در ترکیه کاهش یافته و محدودیت‌ها بر رفت آمد مردم رفع شده است، اما مجازات تازه بر نشر شایعات جعلی و نادرست که بر ارزش لیره تاثیر منفی بگذارد تعیین شده است. اردوغان دلیل کاهش ارزش واحد پولی ترکیه را نشر شایعات تخریب کننده در رسانه‌های اجتماعی می‌داند. جیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن. اپلیکیشن ما رایگان است. دانلود کنید و پس از انتخاب زبان دری، خبرهای تازه افغانستان و جهان، ویدیوهای جالب، عکس‌ها و سایر مطالب دیدنی را در موبایلتون دنبال کنید. VOA افغان و VOA افغانستان. دوستا، مقامات در ولایت هرات از استفاده روزافزون تابلیتکا ابراز نگرانی کردند. با گفته مقامات، شمار محصلین دانشگاه ها در هرات و جوانان از این تابلیت ها به شکل روزافزون استفاده می کنند، اما در مورد اضرار و تأثیرات سویان آگاهی اندکی دارند. در مورد گزارش از ولایت هرات داریم. دستگاه ساخت مواد مخدر صنعتی که چندی پیش به دست پلیس مبارزه با مواد مخدر ولایت هرات افتاد. این دستگاه قرص‌های نشه‌آور موسوم به تابلیتکه را تولید می‌کند. مسئولان می‌گویند که با گذشت هر روز استفاده از این نوع مواد مخدر افزایش می‌یابد. نیروهای امنیتی می‌گویند در کنار واردات مواد مخدر صنعتی از کشورهای همسایه، اخیراً در داخل کشور نیز این قرص‌های نشه‌آور تولید و در بین جوانان توزیع می‌شوند. جوانان خصوصا مسئولین پنتون و کسایی که روشن فکر هستند و از این استفاده میکنند واقعا به ما در داور است، اما اطلاعات وجود داره که اکثر محافلهایی که جوانان با هم میگیرند از تابلیتکه استفاده میکنند که در بعض وقتا ما کماتون گرفتاری های تابلیتکه در داخل شهر داشتیم و این خیلی نگران کننده است. اعضای شورای ولایتی هرات میگویند که این قرص‌های نشه‌آور به گونه وافر از سوی جوانان و به ویژه دانشجویان برای خوشگذرانی استفاده می‌شود که پیامدهای خطرناکی دارد. در قسمت مواد مخدر که صنعتی هست، کدام تدابیر خاصی، کدام قوانین خاصی در نظر نگرفته نشده و این به عنوان یک نوع مواد مخدری که در مجالس و بین جوانان استفاده میشه به شکل فشنبل هم هست، این بسیار خطرناک هست. در همین حال شماری از دکتران نیز تأکید می‌ورزند که استفاده از مواد مخدر صنعتی در کنار اعتیاد روح و روان استفاده کنندگانش را به شدت آسیب می‌رساند. مطلقاً میتونه سر مسائل روان اینا اثرات بد بگذاره، سبب ایجاد یک سلسله مشکلات عملات قلبی نزد افراد بشه یا مرگ‌های آنیر به وجود بیاره. بنان جز مواد مخدر است، حتی بدتر از مواد مخدری طبیعی که امروز وجود داره. تحقیقات پلیس هرات نشان می‌دهد که مواد مخدر صنعتی ساخته شده در افغانستان فیصدی زیادی از تیزاب وارداتی در ترکیب خود دارد که مرگ‌آور است. پیش از این در اواخر سال 1398 هجری خورشیدی نیز تنها از یک مرکز تولید مواد مخدر صنعتی در هرات 800 قرص تابلیتکه به دست نیروهای امنیتی افتاده بود. معصومه حیدری، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، هرات. دوستان، برنامه دری در همینجا با پایان میرسه. از همراهیتان جهان سپاس و با امید روزهای بهتر. د طالبانو یو 15 کسیزه تخنیکی ډله کابل ته راغلی او چارواکي ویل اوربن روسه د طالبانو په لومړی برید کې
افغان پوځیان وژل شو دي. قدر منو لیدونکو سلام، نن پنځمه ده د خبرګولی اتمه او د 2000 شلم کال د می اتمه.